خب سلام عرض میکنم خدمت همه شما. این برنامه، حالا برنامه که نیست، این قسمت دیگه از آموزش رو دارید تماشا میکنید. این قسمت قراره چیکار بکنیم؟ قراره ادامه جلسه قبلی رو بریم جلو. و توی جلسه قبل اگر یادتون باشه یک ایمیج ویو داشتیم. من همین الان بهتون بگم، عذرخواهی میکنم، زبونم آفت زده، قسمت سمت چپ زبونم دقیقا جایی که میخوره به دندونم و زیاد نمیتونم درست حرف بزنم و الان خیلی میسوزه زبونم. خلاصه دیگه بزرگی خودتون ببخشید اگر میبینید که بعضی کلمات رو وسطش نمیتونم درست ادا بکنم. جلسه قبل یک ایمیج ویو داشتیم، گفتیم که ایمیج ویو چی هست و چه خاصیت هایی داره و به چه دردی میخوره و گفتیم که این جلسه، یعنی همین جلسه که توشیم، قراره یک پروژه بنویسیم. پروژه که نمیشه، یه برنامه بنویسیم که وقتی که کاربر روی دکمه بعد یا قبل کلیک میکنه ما رو به تصویر بعد یا قبل ببره. اما این رو چطوری انجام بدیم؟ میبینیم که الان یک تصویر اینجا هست، همین تصویر جون. این رو چیکار میکنم؟ یا میگم بذارید این رو بکنمش، بذارم پرنتش رو. ببینید اگه یادتون باشه از جلسات قبل گفتیم که یکی اسکیل تایپ هست که خیلی مهمه توی تصاویر، یعنی توی ایمیج ویو، یکی SRC خیلی مهمه و یکی هم اینکه الائن پرینگش به ابرش الائنش لیات الائنش به کجا باشه. الان اینجا لیات الائن پرنتش لفته، یعنی به چپ، حالا راست، که اینجا دیگه عملا تصویرمون به چپ و راست میچسبه. این رو میکنمش تاپ، میخوام به بالا بچسبه، میخوام یه نمای قشنگ تیه داشته باشم. میبینیم به بالا چسبید. به جز این چی کار میکنم؟ گفتم قرار دو تا دکمه داشته باشم که وقتی کاربر روش کلیک میکنه عکس رو به عقب و جلو ببره دیگه. پس دو تا دکمه هم تعریف میکنم. اینجا مینویسم باتن، آها، layout width and height از همون میخواد. طول ارزش رو بدیم، مثلا چقدر بدیم؟ 50 دی پی. ببینیم چطور در میاد و بیم ارز ها ارتفاع رو هم بذاریم چقدر بذاریم، مثلا رپ کانتنت. خب یعنی باید ببینیم که بعده ابعادش خوبه. حالا باید جاش رو درست بکنم. جاش رو چطوری تنظیم میکنم؟ میخوام که layout alignش رو میگم چه کجا باشه، میگم به کجا بچسبه. به گفتم دست چپ صفحه توی برنامه نویسی اندروید میشه start یا left، دست راست صفحه که این قسمت باشه، این قسمت باشه، میشه end یا right. خب چیکار میکنم؟ میام میگم layout align endش، ببخش align end نه، ببخش align parent، align parent. خود اگر خود الائن رو بذارید میاد میگه میخواد به تای کدومی که از آبجکت ها، کدومی که از ویجت های برنامه بچسبه. اون رو نمیخوایم، میخوایم که به پرنت اند بچسبه. حالا میگیم چی باشه؟ میگیم ترو باشه. میبینی که چسبید به دست راست صفحه. خب حالا بهمون چه گیری داده؟ گفته که سپورت اول ورژن فلان برمان. میگه چی؟ میگه اگر میخواین ورژن قبلی اندروید هم سپورت بکنین، الان مینیمم API شما 17 هست، از اندروید 4.2 یا نه فکر کنم 4.2 آره، از 4.2 هست. میخواید اگر برای بقیه ورژن های اندروید هم قابل استفاده باشه مینیممتون رو بکنید 14، که این متد براش کار بکنه. ما میگیم به درک نمیخوایم کار بکنه، فعلا کارتو انجام بده. بعد میام چیکار میکنم؟ میام مارجین میدم از رایت، میگم layout margin right، میگم از رایت یعنی از راست یه مقدار فاصله بگی، چقدر؟ مثلا 15 دی پی بد نیست. دیگه چی میگم؟ که حالا سنتر باش. چطوری؟ باید بگم که به صورت ورتیکال عمودی سنتر باش دیگه، درست گفتم؟ درست. و یه مقداری هم باید از بالا فاصله بگیره، میگم مارجین تاپ چقدر؟ مثلا اینجا 15 دی پی. ببینیم شد یا نشد. نه، الان برای اینکه سنتر ورتیکالش هست این عمل نمیکنه. پس چیکار میکنیم؟ اینو کلا برمیداریم، به جای این اینو میکنیم به طور مثال 550 دی پی، خیلی زد پایین. 450 دی پی، یکم پایین تر، 350 دی پی، بد نیست. خب حالا این رو کپی میکنم،
آها آیدی یادم رفت بهش بدم. آیدی رو هیچ وقت یادتون نره چون آیدی خیلی به در رو میخوره. آیدی رو بدیم بات نکست و این از این آل کنترل ال رو میذاریم که مرتب بکنه کد ها رو. برون بر. خب حالا این رو کپی میکنم برای اینکه یک مقداری کارم سریع تر بشه و میام پایین و این رو پیست میکنم. حالا چیکار میکنم؟ اینا رو عوض میکنم، اینو میکنم پرو به معنی پریویوس، این افتادن روی این، این رو میکنم استارت، استارتش رو تور میکنم به چسب چپ و پدینگ رایت هم دیگه نمیخوایم، ببخش مارجین رایت هم نمیخوایم، به جای این ببخش من کنترل اینو بکنمش مارجین لفت، این رو میخوام لفت. این هم از دست چپ 15 تی بی فاصله گرفت و درست. آلت کنترل ال هم دیگه نمیخواد و آره فقط چیزی که نیاز داریم یک فلش نیاز داریم. به جای این چی میذارم؟ به جایش تکست میذارم. چی میذارم؟ اینو میذارم. خوبه، بد نیست. برای اینکه اینو بهتر بشه تکست سایز میذارم، میکنمش مثلا 15 اس پی، ببینیم چطور شد. مرسی هیچ تغییر نکرد، شدم کرد و من ندیدم. 25 آره تغییر کرد و من ندیدم. حالا این دوتا لاین رو کپی میکنم، برو کپی و برای این یکی هم پیستش میکنم. فقط جهت این رو عوض میکنم به معنی قبل باشه و همون هم 15 اس پی برای فانتش تک سایزش و دیگه همین. یک تک سایز هم میام تک سایز چی دارم میگم، یک تکس ویو هم بذارید بذارم، تکس ویو هم بذاریم چقدر مثلا بذاریم رپ کانتنت و رپ کانتنت یا آره بذاریمش رپ کانتنت، جفتشون باشه رپ کانتنت. آخ مچ پرنت نه رپ کانتنت. چرا اینو برای چی دارم میذارم؟ بذاری آیدی هم بهش بدم تو بهتون بگم برای چی. آیدی رو بذارم txt result txt res که معنی result هست. این رو دارم برای این میذارم چون داریم با عکس کار میکنیم، طبیعتا توی عکس ها باید دیده باشید که وقتی دارین چیکار دارم میکنم، وقتی دارید عکس ها رد میکنید اینجا یک چیزی برای شما نمایش داده میشه. فقط جاش رو باید درست بکنم، centering parent ببینیم چطور میشه. centering parent true بزنیم کجاست. درست، یک کوچولو فقط از بالا بهش فاصله میدم. چقدر مثلا البته نه، اینو به خاطر اینکه پرنت دارم کار نمیکنه، پرنت رو برم دارم میکنمش به طور مثال 280 دی پی. آها و این رو هم میکنمش سنتر هوریزونتالش رو درست میکنم، میکنمش ترو، درست شد. این از این متنش رو هم پاک میکنم، فقط گذاشتم چون رپ کانتنت بود مجبور بودم یک متنی بذارم که ببینم دارم چیکار میکنم. آیدیش رو هم دادم و درست. اینجا کارمون تمام می بذارید ببینم چقدر از وقتمون رفته. 8 دقیقه خوبه. این چی بوده txtv؟ اینا رو بذاریم پاک بکنم. آها اینا رو کلم پاکش میکنم. edit text نداریم، یه text view داریم، میذارم اسمش رو result، همون text view خودمونه. دو تا باتن داشتیم، اینا رو که دیگه تعریفیات هست که باید همیشه تعریف بشه، اگر نشه اندروید به مشکل میخوره. next و prev میذارم، یعنی next و previous. بعد دیگه چی داشتیم؟ دیگه همین، فعلا همین. یه کانتر تعریف میکنم بعد بهتون میگم برای چی، فعلا که برابر هیچی هست. حالا پیداشون میکنم، میگم چی بودش، result میشه text view find view by id r.id.txt res. این رو سه بار یک مشکلی هست اینه که من این رو روی کنترل دی که گذاشتم این عملا برای کمتزیا میاد
درار رو برای من فعال میکنه و توی اندروید استودیو گذاشتم که دوپلیکیت بکنه خط ها رو برام. بعد وقتی کنترل دی رو میزنم عملا نمیدونه چیکار بکنه و اون برنامه که روی کار هست و always on top هست رو برام میاره. بخاطر همین نمیتونم کنترل دی بزنم. بعدش چیه؟ حالا اشتباهم نوشتمش، حواسم نبوده. نکت دیگه این تکست ویو نیست، باتنه و به جای آیدیش هم باتن نکست بود و اینجا هم بود. برای بعدیش باتن پرو، کستش بود باتن بیلد کانفی چیه باتن و اسمش هم بود چی پرو. خیلی خوب اینجا تمام شد. چیکار رو بکنید؟ ببینیم من یه سری عکس رو منم توی چیزم قرار دادم، توی پوشه درایبلم. میخوام چیکار بکنم؟ میخوام بین این عکس ها همینطور بچرخم و همگاهی کاربر انگار روی اون دکمه بعد کلیک میکنه این عکس ها باز بشه، به ترتیب براش نشون داده بشه. خب به صورت پیش‌فرض میخوام چی باشه؟ میخوام عکس اول نشون داده بشه. خب میگم چیکار بکن؟ میام میگم که بذارید اون موقعی که من دارم کارامو انجام میدم این بذارم رام بشه. میام میگم چی؟ یک تعریف کلی بذارید از برنامه بهتون بدم. آیدی رو برای این گفتم خیلی اهمیت بهش بدید که آیدی یک تو ماشه از جلسه قبل گفتم آیدی یه چیز خیلی خاصه. اوکی آیدی چیزی که هر ویجتی توی برنامه یک دونه بیشتر نداره و اون نمیتونه دوبار تکرار بشه اون آیدی. پس خیلی گزینه خوبیه که آدم بخواد باهاش سری کار مهم رو انجام بده. مثلا چی؟ مثلا همین که بخواید بین چند تا عکس چرخ بزنید و دوباره به هم حالت اول برگردید یا حالت لوپی داشته باشه، اینو میتونید از طریق آیدی انجام بدید. به جای اینکه نیم ساعت بیاد بگید این اسم این اسم این اسم و ممکنه برنامه شما خیلی زیاد باشه تعداد عکساش و قاطی بشه اینا با هم دیگه، میتونید خیلی راحت از طریق آیدی شون که یک اسم یونیک هست میتونی کار راحت بکنی. اما چیکار میکنیم؟ بذارید همینجا براتون تعریفش بکنم. میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم از آیدی با چی؟ آیدی ما یک عدد دیگه، درسته؟ آیدی ما یک اینتیجر هست. همه آیدی توی برنامه، درسته؟ شما اینجا میایید میگید مثلا txt یا res یا مثلا botnext. این اینجا برای شما متن هست، استرینگ هست. توی فایل r.java اینا همه به عدد تبدیل میشه و اولش هکس هست، یه عدد خاصیه. پس اینتیجر هست. میگیم چی میگیم؟ میگیم int id is یه آرایه از اینتیجر تعریف میکنم برابر با، خب اینو من ترش رو ببندم چی دارم میزنم. میخوام چی باشه؟ میخوام که از id هم داشته باشم. حالا میگم چی میگم؟ میگم r.drawable.pk. حالا این تا اینجاشو کپی میکنم و پیک 1، بعد میام پیک 2، بیگو نذاشتم برقه، پیک 3، پیک 4 و پیک 5. اینها تموم شد. من آرایم رو تعریف کردم. آرایم رو میبینید که از آیدی های مختلف تشکیل شده، عکس 1، عکس 2. اینها رو دوباره میبینید که اینجا اسم هست، استرینگ، ولی من اینجا اینتیجر گذاشتم چرا؟ چون پس زمین اینها فایل r.java هست و r.java هم همش عدد هست. این از این. این کانتر رو برای این تعریف کردم که میخوام با به توسط این کانتر که هر سری یک عدد جدید میگیره بین اینها یک حلقه ایجاد بکنم و هر سری کاربر کلیک میکنه روی اون دکمه یک دونه به این کانتر اضافه بشه و بیاد روی عکس بعدی، عکس بعدی، عکس بعدی و باز وقتی تمام شد دوباره برگرده اول. اوکیه. میام چیکار میکنم؟ گفتم مثلا پیش‌فرض میخوام روی یه عکس باشه. وقتی کار برنامه باز میکنه روی یه عکس باشه. پس میام چی میگم؟ میگم ایمیج ویو. من فکر کنم مثلا تعریفش نکردم. ایمیج ویو من کجاست؟ آیدیش هست جون. خب من خیلی سریع چیز تعریف بکنم. ایمیج ویو. ایمیج ویو کجایی؟ IMG. این از این. حالا میام این پایین میگم کجایی؟ میام میگم این کپی و سر این خط پیست. میام میگم که IMG به جون IMG view یا همون image view و
این آیدیش هم هست جون. خب این رو پیداش کردم، میام حالا میگم این IMG چندین تابع داریم برای سیت کردن یک عکس دات سیت. زدم حالا الان باید بیاد بساریش آزد، خب نیمده. چند تا حالت مختلف داری، یکیم سیت ایمیج درابل هست، سیت ایمیج بیت مپ هست، سیت ایمیج آلفا هست و سیت ایمیج ریسورس. بله اینجاست. این چندین حالت مختلف برای سیت کردن یک عکس هست، مهمترینشون سیت ایمیج ریسورس هست. شاید به خودتون میگید چرا این همه حالت مختلف برای سیت کردن یک ایمیج هست، مگه چیه یک عکس دیگه؟ ولی یکم بگذره میبینید که یک مقداری شاید تو بعضی موارد اینا ها کم هم بیاد. من اینجا فعلا برای اینکه سریعتر بشه سیت ایمیج ریسورس رو استفاده میکنم، چون از همین راحت تره، یک آیدی فقط از شما میخواد. و اینجا دیگه نمیتونم بیام بگم فقط همین آیدی که ببینم و تپ بزن سیت کن. اینجا چون یک آرایی از آیدی ها داره، میام میگم بر اساس اون ایندکس سیت بکنم، میگم چی آیدیز کانتر بجون چی دارم میزنم، آیدیز کانتر بزن، اونتر هم نه کانتر درسته. یعنی چی؟ یعنی این کانتر در حالت پیشواز برابر صفره. اوکی بذارین من صفر بدم. ایندکس ها توی برنامه نویسی از صفر شروع میشه دیگه، نمیدونم میدونی نه نه، از صفر شروع میشه، به صورت پیشواز روی صفره. وقتی میاد میگه آیدیز صفر یعنی این عکس پیک 1 صفر 1 2 3 و 4. اوکی وقتی وارد برنامه میشه و به این خط میرسه آیدیز کانتر برابر صفره، یعنی عکس اول رو ست بکن. این از این. بعدش چی کار بکن؟ بعدش میگیم که حالا وارد دکمه بشه، برای دکمه کی آن کلیک رسنه بنویسم، برای دکمه چی بنویسم؟ next dot set آن کلیک رسنه new آن کجا رفتی؟ آن کلیک رسنه. خب میذارم این override بکنه کارش رو انجام بده. حالا این رو برای پرو هم کپی میکنم، چون برای دکمه قبلمون هم میخوایم بنویسیم دیگه. وقتی دکمه قبل کلیک شد بیاد روی عکس قبلی. میگیم چیکار بکنه وقتی که روی دکمه نیکست کلیک شد بیاد اول از همه چیکار بکنه؟ به کانتر یه واید اضافه بکنه، کانتر پلاس پلاس. اوکی به اون عددی که داخل کانتر هست، یعنی اینجا الان صفر بود بشه یک، این تا اینجا. بعد که پلاس پلاس کرد چیکار بکنه؟ این خط رو دوباره اجرا بکنه. اما این خط دوباره که اجرا بشه دیگه آیدیز کانتر صفر اجرا نمیشه. چی اجرا میشه؟ آیدیز کانتر یک اجرا میشه و عکس یک، عکس شماره یک که میشه پیک 1 بیا بخش پیک 2 سیت ایمیج میشه. اوکی این تا اینجا. و میگیم که TXT result هم داشتیم دیگه، گفتیم که میخوایم اون عکس رو هم نشون بده که کجای کار هستیم، عکس چندم هستیم. set text بکنیم روش، چی بگیم؟ بگیم که مثلا میخوایم بگیم عکس چندم از چندم، میگیم مثلا counter شماره عکس به علاوه یک slash این به علاوه این تعداد، یعنی عکس شماره عکس از چه تعداد. چه تعداد رو چجوری نشون بدیم؟ بیایم بگیم قبل از همه اینا میگیم int length یعنی طول برابر باشه با چی؟ برابر باشه با IDs dot length. میگیم خود برنامه طول چیز رو بگیره، طول آرایه رو بگیره، کار ما رو راحت بکنه. این چیز نداره، چقدر چیز گفتم. IDs dot length یعنی طول خود آرایه IDs رو برای ما بگیر و توی متغیری به نام length بریز. و طبیعتاً باز همونطور که میدونید طول یک عدده، پس طبیعتاً باید integer باشه. میگیم میخوایم بگیم که چه تعداد از چه تعداد، یعنی عکس چندم هستیم از چندم، میگیم counter و length. خب حالا اینجا میاد میگه چی؟ میاد میگه که چیز length رو نمیتونم پیداش بکنم. میگه میگیم اوکی اشکال نداره، این رو به صورت گلوبال تعریف میکنیم تو که کوری نمیبینی از اینجا ببینی. و میگیم length برابر با این. خب باز میاد میگه length رو نمیتونم پیدا بکنم، جریان چیه؟ احتمال زیاد اشتباه نوشتمش، حواسم نیست. بله حالا درست شد.
Ama baz ince çatı o. Hemen doğru şöyle işte bana işte demiş yani ver raftan bucudan ne işte bana işlemiş. Be elaveye length yani çi yani in alan beye be çe halati bakalım be tüne şumadan dermiyor. Mesela mişe bakalım benim ise biniyorsa mesela x'e 5 slash mesela az 10 ta x. Be in halat dermiyor ne işte ama daha nihayet in form ki ince ne işte. Counter yani şumaya un x be elave 1 slash be elave 2 x. Yani in x az in tedat x. Okey. این هم ست بکنه و حالا بیایم برای دکمه بکمون هم بنویسیم برای بکمون هم کپی بکنیم اینو ولی این سری باید ماینس ماینس بشه دیگه یعنی باید کم بشه از تعداد عکس همون از تعداد آیدیا و اون کانتر همون در اصل کم بشه میگیم این از این لنگت میشه این و این میشه ماینس ماینس و دیگه چی این هم ست بکنه این رو هم از این و حالا بریم که برنامه اجرا بکنیم ببینیم جریان از چه قرار است. خب بچه من برنامه ران کردم یادتونه بهتون گفتم این برنامه یک مشکل ریز و خیلی بزرگ میتونه بعضی مواقع باشه داره و گفتم بذاری ران بکنم و بعد بهتون بگم مشکل چیه. توی عکس ها بهتون نشون ندادم شیفت اسکیپ توی عکس ها اگر باز بکنید بقیه عکس هایش مشکلی نداره انا. یعنی ابعاد رو نگاه بکنید 320 در 300 پی ان جی است و ابعاد کوچیکه اما این عکس ها ببینید خیلی بزرگ و خیلی همچین یغوره برای اون ابعاد گوشی من 4 5 بار زوم بک کردم تا تصویر حالت درستی در بیاد ابعاد رو میبینید 2000 در 2000 پیکسل جی پی گ 240 فایل عکس 2 مگابایت و 40 انگار کیلوبایت 400 کیلوبایت فایل حجم فایل هست و اینجا توی برنامه‌ای که کلا دارید با عکس کار میکنید اگر اجرا بکنید و همچین عکسی توی عکساتون باشه 100 درصد با یک همچین پیغامی به نام fail to allocate a فلان به همان بایت allocation with فلان به همان free bytes and 9 megabytes بلا 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 until OOM اوکی okay. این OOM رو که میبینید مخفف چی بودیم OOM out of memory حالا یاد آمد این OOM رو که میبینید به معنی out of memory هست و میگه که از مموری از حجم حافظه که داری زدم بیرون داداش داری چی کار میکنی این عکسی که بهم دادی خیلی بزرگه اینو بیخیالش رو یا حجمش رو کمتر بکن یا کلن در بیار از تو عکس 2000 در 2000 پیکسل نمیتونم من تو این یه ذره جا بکنم جا بکنم دیگه کل برنامه در از 2 دقیقه تمومه یعنی حجم چون برنامه ها از منابع گوشی استفاده میکنن دیگه و شما وقتی یک عکس یه برنامه داشته باشید که همش تصاویر فول اچ دی و بزرگ باشه این باعث میشه که برنامه‌تون زود کرش بکنه. من برنامه اجرا کردم و میسم تا این بیاد بالا و ببینید شما که میگه unfortunately stopped ببینید unfortunately test pro 3 has stopped چرا به خاطر همون عکسه. چیکارش میکنم این عکس رو پاکش میکنم یا الان چون وقتش رو ندارم و 23 دقیقه برنامه داره زمان میگیره دیدید anyway میگه داشتم استفاده میکردم ازش بخوای پای بکنم میگم پاکش بکن دیگه. شما میتونید عکساتون رو یه مقدار حجمش رو کاهش بدید و من این خط رو بذاری کلن پاکش بکنم که عکسی یکی دیگه این تو نباشه. میگه که من نمیتونم این کار رو بکنم یا حجم عکس رو کاهش بدید ابعادش رو رزولوشن رو کاهش بدید و بذارید که برنامه کار خودش رو درست انجام بده یا اینکه کلن بیخیال اون عکس بشید. این از این و من برم دوباره تا برگردم. میبینی که برنامه به سلامتی اومده بالا اما یه مقدار حالا برنامه‌ریخته است اونش رو کار نداریم. میبینیم که روی عکس بعدی که کلیم روی نکس که کلیم میکنیم میره عکس بعدی نوشته 1 از 4 بعدی 2 از 4 بعدی 3 از 4 و بوم کرش. اگه گفتید این کرش برای چی بود این یه مشکل دیگه است که باید بهتون توضیح بدم. توی برنامه که دارید اینطوری کار میکنید اینجا دیگه OOM بهتون نمیده میگه دیگه از خط اجرا زدم بیرون. یعنی چی؟ یعنی این کانتر داره پلاس پلاس میشه از این ورم یک طولی بیشتر نداریم دیگه مثلا طول ما ماکسیمم 5 هست و این از ورم داره بیشتر میشه 5 رو دارم که میشه 6 و اصلا میپاچه میگه رد کردم خدافظ من دیگه رفتم من این همینجوری با سوش کانتر داره میره بالا و لنگث ما یا طولمون همون 5 هست مثلا این 15
اصلا نمیذاره برنامه همچین اتفاق بیفته و کرش میکنه که برنامه شما به حالت سوتی در نیاد جلوی کاربر. چیکارش بکنیم؟ بیایم بگیم اگر با یه شرط ساده چکش بکنیم، بگیم اگر اون کانتر ما کانتر رو درست نشن بیشتر یا مساوی طولمون شد، لنگت شد، بیا چیکار بکن؟ set image resource بکن. چی رو چی بود اسم این؟ img دا set image resource بکن. کدوم عکس رو میگیم؟ برگ رام عکس اول IDs، اسم ایندکسش چیه؟ شماره ایندکسش صفر بود دیگه، میگیم برگ رامون صفره. به تبع همین وقتی بسته بیت هم برمیگردیم هم باید همین اتفاق بیفته دیگه. این هیدر ماینس ماینس میکنه مینیموم ما یا لنگت طول مینیموم ما یک هست و این میاد میشه صفر، بعد باز باگ میده کرش میکنه. بس همین رو باید اینجا هم چک بکنیم. وقتی به تهش رسید اگر کمتر مساوی طولمون شد بیا آخرین عکس رو ست بکنیم. اینجا چند تا عکس داریم؟ صفر، چند تا بود؟ صفر، یک، دو، سه. سه رو برای ما ست بکن. این از این دوباره رانش بکنم و دیگه آخرین ران باشه، برنامه مشکلی نباید داشته باشه. خب از اونجایی که من دارم برنامه ها رو با منطق خودم پیش میبرم و حفظ نیستم و یعنی شرطی که پیش میاد من سریع فکر میکنم اینم چی کار باید کرد، همونجا مینویسم و تستشون میکنم. این برنامه نوشتم اون قسمت کد آخر که شرط بود، چک کردم دیدم که برنامه داره باگ میده و دیدم که مشکل از همین شرطمون است. همه برنامه داره با کانتر کار میکنه، یعنی عملا شرط های ما همه کانتر است. میگیم کانتر پلاس پلاس، عکس هم از طریق کانتر داره ست میشه و اینجا هم حتی متنمون. گفتم که چرا هم چی کاری بکنیم. میگیم اولا که شرط رو منم گذاشتم قبل از این که بخواد عکس رو ست بکنه، یعنی به محض اینکه اضافه کرد کانتر رو اول شرط رو چک بکنه، اگر بیشتر نبود و نزده بود بیرون از تعدادمون بعد بیا ست بکنه. بعد چی کار کردم؟ منم گفتم اگر کانترمون بیشتر مساوی طولمون شد، یعنی از طولمون زد بیرون، بیا چیکار بکن برابر صفر قرار بده کانتر رو. دیدم خب وقتی همه چی داره رو کانتر ست میشه دیگه ست ایمیج ریسورس نکنم، بیام بگم خود کانتر رو صفر بکنه، کانتر حالا هر کار میخواد بکنه بکنه. این برای نکستمون. برابر پریویس هم منم چیکار کردم؟ منم دوباره شرط رو آوردم بعد از ماینس ماینس، منم گفتم اگه کانترمون کمتر از صفر شد و دیگه نمیدونم بگم اگر کمتر از طولمون به علاوه یک شد یا همچین چیزایی، من گفتم باز دوباره همه چی با کانتر ست میشه، منم اینو با کانتر چکش میگم. اگر کوچیک‌تر از صفر شد که ایندکس صفرمون هست، اولین عکسمون هست، بیا میزان کانترمون رو عددش رو برابر لنگثمون یعنی طولمون منهای یک دونه بیا عملا انگار بیا آخرین خونه رو نشون بده. و ران کردم دیدم برادر درست کار میکنه. پریو که میزنیم یا پریویس میاد عکس یکی یعنی تهی آخرین عکس منهای یک. من تو پریویس رو که میزنم میبینید که دیگه کرش نمیکنه و همین بار اگر جلو برم دو سه چهار بعد دوباره میاد از اول، میبینید صفر شد، دوباره هم تو میرم بالا. این از این. چیز دیگه نمونه که بگم، امیدوارم چیزای مهمی رو یاد گرفته باشید. توی عکس ها مهمترین توابعش همین ها بود که بهتون گفتم، چیز دیگه نیست که بخوام براتون توضیح بدم، بقیش میشه دیگه کتاب خونه و زیاد چیز خاصی نیست. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. سوال چیزی بود توی کامنت ها بپرسید. زبان برنامه‌نویسی دیگه هم اگر دوست داشتید و بگردید که میتونم انجامش بدم بهم بگید توی کامنت ها، بهتون اطلاع میدم. بعد آموزش های دیگه هم چک بکنید و عقب نمونید. همین. در ضمن بابت این چند وقتی هم که تقریبا چقدر شد 4-5 روزی که آپلود نکردم عذر میخوام، داشتم برنامه ها رو میچیدم و از این به بعد شبیه حداقل یک ویدیو رو آپلود میکنم. توی قسمت بعد میبینمتون. مواظب خودتون باشین و فعلا